با سلام خدمت شما، در ادامه درسی که با هم دیگه شروع کرده بودیم، اگر یادتون باشه یا تعقیب کرده باشید مطلب رو، داشتیم که چگونه دفاع رو سورپرایز کنیم، چگونه دفاع رو گم کنیم، چگونه دفاع رو آشفته کنیم، چگونه دفاع رو بلا تکلیف کنی، یعنی ندونی چی کار بکنه یا لااقل به فکر بیفته که چه کار کنه. در دنبال این درس امروز سومین حالت رو به نام سکند دایگونال اسپلیت رانز، دویدن دوگانه، دومین حالت دویدن اسپلیته، یعنی دو تکه کردن. برای اینکه بیشتر توضیح بدم و درسمونو سریعتر بریم رو موضوع، توی این تصویر یک شمای مچ سیچویشن درست کردیم، به این میگن مچ سیچویشن. ممکنه در فوتبال به وجود بیاد، اما یادتون باشه شکلهای مختلفی از حالتهای مختلفی دفاع ممکنه به وجود بیاد. برای کوچینگ این قضیه اقلا باید 4-5 تا از اونا رو از همین الگو استفاده کنید که بازیکناتون بفهمن، که متوجه بشن و به اون شناخت پرسپشن که گفتم، بازیکن باید به پرسپشن برسه که الان وقت دویدن دوگانه اسپلیته، الان وقت دویدن زیر پوستیه، الان وقت دویدن به بیرونه، الان باید آوت به بیرون بدوم، الان باید به داخل، باید درک به درک برسه. درسته ما تو تمرین اینا رو بهش میگیم، ولی این خیلی مهمه. الان اینجا تو این تصویر ما یه D1 داریم، یه A1. این D1مون فرض میکنیم دفاعست و این A1مون هم حمله است. یه D2 داریم، یه A2 هم داریم. این فاصله D1 و D2 همون فاصله منطقی بین دوتا دفاع وسطی که پشت دیزون اتفاق میفته. در یک لحظه این A1 همزمان با A2 با یه سیگنالی، با یه علامتی، با یه کامونیکیشنی، با یک ارتباطی، این به طرف آوتساید میدوه، A2 هم به طرف آوتساید میدوه. دفاع D1 دفاع من تو من نیست، ولی وقتی ببینه این داره به این فضا میره که از A1، این A1 هم آسه هم اینجا، این آسه هم اینجا توپ داره، این هم توپه، وقتی که ببینه این A1 داره میره اینجا که از این فضا استفاده کنه، یعنی اینجا رو یک فضاییه که A1 داره میره تو این فضا که از این فضا، از این اسپیس استفاده کنه، باید باهاش بره، چه من تو من مارکینگ باشه، چه اسپیس مارکینگ باشه، چه میکس مارکینگ باشه، چه توتال زونال، هر گونه ای از یارگیری باشه، باید نسبت به دویدن A1 عکس العمل نشون بده. این یکی. و چون این قضیه همزمان صورت میگیره، A2 هم D2 رو برمیداره، این وری میبره و این D2 میبینه که این داره میره که از این فضا استفاده کنه. به هر حال این D2 هم هر جوری که فکر بکنی، چه اسپیس مارکینگ باشه این D2، چه مراقب این فضا بخواد باشه، خود A2 هم که داره میره تو این فضا، پس میشه میکس مارکینگ. میکس مارکینگ باید با این اسپیس بره. این دویدن اولیه‌ای که این اینوری میدوه، این هم اینوری میدوه، این نوع اول دایگونال اسپلیت رانه. اما این نوع سومی که داریم میدویم سکند دایگونال اسپلیده، یعنی مرحله دوم. حالا دقت بکنید، تا یه جایی دفاع داخل آ بیرونه، دفاع داخل آ بیرونه، از یک جایی به بعد این A1 در یک مانور بدنی که انجام میده مسیرش رو عوض میکنه، اینساید میکنه، یعنی A1 میاد برای این فضا، میاد برای این فضای اینجا، یا از اینجا دی داخل A2 بیرونه، از یه جایی که میان این یه مانور میکنه، A2 میاد داخل، D میفته بیرون.
اگر ما فرض کنیم که این بیرونه، یعنی بدن خود ده یه گونه از دفاعست بدنش، اما از یک جای یهو این مسیرش رو عوض میکنه، حالا ده اینجاست، ده بیرونه، آدو به طرف داخله. به طرف کدوم داخل؟ به طرف دهانه دروازه. این طرف هم همینطور، این طرف، این ده توی آیک بیرونه، از جایی که میزنه یهو این دهانه دروازه به این بخواد اینجوری وصل بشه، اینم وصل بشه، این وریه، ده میمونه بیرون، آ میاد داخل. حالا هر جوری ضربه بزنه این آدو، آیک و آدو نمیتونن، اگر اینا رو تا آخر تعقیب بکنن نمیتونن با پاشون، با تک، با چیزی از گل شدن توپ یا از رفتن توپ به دهانه دروازه جلوگیری کنن. خب از اینجا به بعد میایم سر وظیفه آسه. اولین باری که آ اینوری میره، ده هم باش میره، این میشه پاس یک، میتونه پاس بده، پاس شماره یک. وقتی میزنه مسیرش رو با یه چرخش میاد به این فضا حمله میکنه، همچنان دارم آیک رو میگم، این آیکه، اینجا هم آیک، حالا باز آسه میتونه به این فضا بهش بده، برعکسش هم هست، آدو میزنی میاد اینجا تو محوطه ده دو، باز آسه میتونه بهش پاس بده. وقتی میزنه میره برای این فضا، فضای سکند، فضای دوم، پس این میشه به اصطلاح سکند، این سکند میشه، سکند اسپیسه، تولید فضای دومه. حالا دقت بکنید، بجز همه اینا، وقتی این فعل انفعالات داره انجام میشه، یک درسی اینجا پیش میاد به نام سواب. سواب، سواب چیه؟ فرض کنید دیه که ما شجاع خلیلزاده باشه، فرض کنید دیه دو ما حسین کنعانی زادگان باشه. حالا دو تا مهاجم، یا کره‌ای یا انگلیسی یا آمریکایی یا هر کسی، یکی اینوری میره، یکی اینوری میره، تا وقتی اینوری میره تو تخصص شجاع خلیلزاده است، تا وقتی این یکی اینوری میره تو تخصص حسین کنعانی زادگانه، اما وقتی میپیچه اینوری میشه، هر لحظه دیدو رو از محیط، دیدو رو از محیط تخصصی خودش داره دور میکنه. حالا سوال اینه، این دیدو از این ور، دیگه از این ور، تا کجا با این مهاجم برن؟ یک جا باید سواب بکنه، که درس سواب رو میذاریم برای جلسه بعد، برای اینکه مطلب رو روشن‌تر باشه، من از رو خود متن یه دور متن رو براتون میخونم. میگه در اینجا میگه که در دیاگرام 4 the two forward players A5 و A6 ما گذاشتیم A1 و A2 به دلیل اینکه حمله یک بشه، حمله یک، حمله دو. میگه A5 و A6 have made diagonal speed runs، یه دونه speed runs رو تولید میکنه، به دنبال آن followed by، که تعقیبش میکنن، ادامه میدن، by a second diagonal split run، با دومین حرکت split runی که انجام میدن، یعنی A6 میزنه میاد اینور، A5 میزنه میاد اینور، یعنی این اینوری میره اونوری میشه، این اینوری میره اینوری میشه، که اونجا گفتم split run in the position direction، مسیرشون رو position direction. This makes more difficult for the defenders to track their runs. این برای مدافعین خیلی مشکله که بخوان این دویدن رو تعقیب کنن. Track their runs. این دویدن و این دو مورد دویدن رو تعقیب کنن. ما در درس بعد اینجا میگیم که اینجا یه درسی مطرح میشه به نام سواب. اون سواب رو باید درس بدیم که اینا تعقیب بکنن یا میشه تعقیب نکرد ولی مراقب یارا بود. موفق باشید.